در 7 سپتامبر 2023 دولت کانادا کمیسیونی را تأسیس کرد که به مداخله خارجی در فرایند انتخابات می‌پردازد. این کمیسیون به نقش کشورهای خارجی در انتخابات کانادا می‌پردازد. کشورهایی مثل روسیه، چین و هند. حامد اسماعیلیون در این کمیسیون شهادت داد تا جمهوری اسلامی هم به لیست تحقیقات این کمیسیون اضافه بشه. حامد اسماعیلیون ضمن اشاره به تجمعات گسترده ایرانیان پس از خیزش سراسری زن زندگی آزادی در این کمیسیون اشاره کرد که کانادا برای جمهوری اسلامی مهم است. نزدیک شدن به سیاستمداران کانادایی و مانیتور کردن ایرانی کانادایی ها از این موارد است. موضوع تهدیدها و در واقع مسائل امنیتی که برای بسیاری از اعضای جامعه ایرانی کانادایی وجود داره، چه به صورت آنلاین، چه اتفاقاتی که در ایران میفته، چه اتفاقاتی که در کانادا میفته، به مسئله حضور مقامات جمهوری اسلامی در این کشور اشاره کردم، از محمود رضا خاوری تا اسحاق قالیباف تا حسن قاضی‌زاده هاشمی و سلمان سامانی و نماینده جمهوری اسلامی در ایکائو و دیگران و حتی مرتضی طلایی، که این افراد چطور اینجا اومدن و چطور در واقع ویزا براشون صادر شده. لابیگری برای جمهوری اسلامی یکی دیگر از مسائلی بود که حامد اسماعیلیون به آن اشاره کرد. فعالیت‌های نهادهایی که به اسم جامعه ایرانی کانادایی سیاست‌های جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند. ارگانیزیشن ها یا نهادهایی اشاره کردم که در واقع در اقلیت کامل هستند در جامعه ایرانی کانادایی، ولی تلاش میکنند بدون اینکه ارتباطی با جامعه داشته باشند بر سیاست های کلان این کشور تاثیر بگذارند و در واقع مبالغی رو دریافت بکنند از نهادهای دولتی و غیر دولتی. و به نظرم خوب بود، هنوز مشخص نیست. من امیدوارم با حرفایی که زده شده و با نامه‌ای هم که امروز البته از طرف 9 تا نهاد ایرانی کانادایی بهشون تسلیم شد، جمهوری اسلامی به لیست 3 کشوری که در موردشون تحقیق میشه اضافه بشه. حامد اسماعیلیون به همسایگی آمریکا و کانادا اشاره کرد و استفاده جمهوری اسلامی از تروریست ها برای آسیب زدن به چهره های مخالف جمهوری اسلامی، و برای چندمین بار تاکید کرد که دولت کانادا باید کلیت سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد. حال باید دید با برشمردن تهدیدات این کمیسیون آیا جمهوری اسلامی را به لیست کشورهای مداخله کننده در انتخابات کانادا اضافه می کند یا خیر. بهرنگ رهبری، خبرنگار آزاد، اتاوا، کانادا.